ببخشید یک کمک دست درد نکن. معلوم آدم خوبیه داداش. این آدرس میتونی به ما بگی کجا؟ بفرم. این چیه؟ کارت مغازه. کارت تخفیف به ما داد. نگاه کن چقدر جوان باحالیه. نگاه دست درد نکن اردشی جان. عزیز دلم با این همه فهم و شعور خب آخه این کارت تخفیفه. و کارت چیه؟ کارت برای خودش داده. بگی بابا کارت مغازه تو دادی؟ بله کارت مغازه. چی میفروشی اون وقت؟ از شیر مرغ تا جون آدمی زاد. همه اصلا میفروشی؟ اصلا داری قیافت رو درست کن یک کمی. با اصلا نمیشه خورده. آقا سلام. خسته نباشی. یه آدرس داشتی میخواستیم اگه زحمت تازه خوردن بیسی با نه مرامین جونم. یه آدرس داشتی میشه معرفی؟ بله میشه 50 تومن. 50 تومن؟ بله. شما آدرس ها کجا میدونی چقدر که میدونی؟ هم موتوری هم. اینو نگاه عزیزم اولی آدرس رو ببینیم بعدم بگو سر 50 تومن. 50 تومن کجاست بده ببینم. این که همینجاست نزدیکه. همین ساختمان برو بالا طبقه اول. دست درد نکنی. ما امروز گیره چه عجوش من جوجایی افتاریم. اردشیر جان من واقعا که پاپ در دوش جونه. دستت هم درد نکنی. همین جاست. آره طبقه اول بفهمید. تو بری 150. رستم بیا. چی شد پس؟ آقا جان شرمنده من دستم خورد یه نه این گلدونه افتاد چی کسی جبران میکنه. ای بابا همش ضرری تو. ببخش ویلا چی شد؟ ویلا خیال راحت باشه من سپردم به پسر خالم یه ویلای توپ برات اوکی میکنم. آجان یه دو روز مرخصی من میدی مادرم مریضه من برم. اول ویلا رو اوکی کن میگه خیال راحت اصلا من استرس میگیرم. 500 تومن هم برو بزن به حسابت که دیگه بار آخرت باشه سرت به بابا پنالتی میزنم. آقا جان کلا 3500 به من حقوق میدی اینم هی میری میای از سر تهش میزنی. برو ویلا رو اوکی کن به 4 روز مرخصی میدم. خودارم جمع کن. چه وضعیتی هست؟ محمد تاها در رو باز کن. سلام. بفرمایید. ببخشید اردشیر گوشمال هستم. دو گوشمال با آقای خوشحال کار دارم. خوشحال؟ منظورش آقای خوشبینی. بله خوشبین. ببخشید گفتید آقای خوشبخت؟ نه خیر بدبخت هستیم. خب گفتم خدمت شما که دو گوشمال. آخ ببخشید آقای دو گوشمال تشریف آوردن. بله بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی ممنون. محمد تاها. بله خانم. چند تا ببر تو. چی ببرم؟ مهمونیت چی میبری؟ چای. خب همون چایی دیگه. با آقا صحبت کردی؟ بابت چی؟ بابت چی میخواستید صحبت کنی؟ مرخصی. چی گفتن؟ گفتم با خودت هم صحبت. خب من مجبورم یک بار دیگه از ماجرا خدمتون بگم ببینیم چیکار باید بکنیم. آقای دو گوشمال، پدر شما باغبان مرحوم مسعود رادین بوده. غیر از اینه؟ کاملا حرفتون درسته. خود من از کودکی در کنار پدرم خدمت آقای رادین خدمت میکردیم. قربونت برم. اصلا مراسم عقد و ازدواج ما در منزل ایشون انجام شد. دقیقا. اما ما همچه خانمی رو در کنار آقای رادین ندیدیم هیچ. تازه متوجه شدیم که همسر ایشون. اجازه بدید. اصلا بحث ما این خانم نیست. بعد از رفتن شما و مادرتون از خونه همسر خدا بیامرزم که همون موقع هم دوبار ازتون تقاضا کردن برگردیم به باغمونی و کارتون ادامه بدین. هیچی دیگه. بعدش آقای رادین خدا بیامرز این خانم رو اختیار میکنه، عقدش میکنه، البته دور از چشم شما و بقیه. یعنی دور از چشم ما؟ خب یواشکی این ازدواج انجام شده. واقعا میدونی به قول قدیمی ها زیرابی رفتیش. علاوه بر این ملکی هم از طرف مرحوم رادین به این خانم محترم و دوتا بچه هاش هم رسیده. تا اینجاش که فرمودی درست منطقیه. بقیهش خلاصه این که مرحوم رادین برای اینکه رفت آمد مادر شما آقا اردشیر مشکل شرعی پیدا نکنه عقد میکنه. من اینجا پاشو بریم قرونت برم. فقط میخواستم ما رو بکنه تا اینجا با این پای شما هیچی ما رو سکه. آقا یه لحظه وایسا اجازه بده. کار بعدی که نکرده، سنت خدا و پیغمبر رو اجرا کرده. مهم اینه که ارثی که به مادر شما میرسه در واقع به شما میرسه. چی میگه مهین؟ جناب وکیل یه دفعه دیگه میشه؟ بله ارث به ما؟ مسعود خدا بیامرز برای هممون ملک و املاک به جا گذاشت. خدا رحمتت کنه پدر. روح به بر... چی میگن نور به قبرش ببر.
چه مرد نازنینی، چه مرد دوست داشتنی. خیلی خیلی خدا رحمت کنه این آدم. روحش شاد. چه قدم مثبتی برداشت. بله. هم مادر شما رو عقد کرد، هم یه مال و منال درست حسابی برای ما گذاشت که یه عمر با بچه هامون خوب و خوش و خرم زندگی کنیم. دستش درد نکنه. پدر واقعی من که واقعا چیزی یعنی نداشت که برای ما به اسم بگذاره. باز این پدر زاپاس دستش درد نکنه. باز گفتی زاپاس. معذرت. به ماشین میگن زاپاس. بله جناب وکیل. خب خدا رو شکر به خیر گذشت. حالا جناب وکیل ببخشید تو عذر میخوام، حالا این لکیه یا واقعیه چجوریه؟ البته یه مقدار کارهای بوروکراسی و پیگیری اداره داره. همین. جناب وکیل ببخشید، البته میخوام ببینم حالا چی گذاشته برای ما. آقای رادین وصیت کردن که یکی از ویله هاشونو بدن به شما. مادر شوهر من که خب قبل از آقای رادین مرده. چجوری میشه؟ نمیدونم والا. دقیقاً فکر اونجاش هم کردم. آقای رادین بعد از فوت مادر شما وصیت میکنن که سهم الارث مادرتون به شما برسه که تنها فرزند خانواده. البته به شما فقط ویلا رو داده، به من و بچه هام هم ویلا داده هم ماشین. جناب وکیل ببخشید، یعنی میفرمایید به ما ماشین نداده؟ چه کاری؟ ببین خواهر من، همین یه دونه خونه و ماشین که نمیشه سرمایه و ارث واسه آینده بچه هام. باید بیشتر به دست بیارم. مامان آقا جون که بنزه کافی برامون گذاشته. آخه خاله مامانت خیلی دیگه داره طمع میکنه. راضی باش به رضای خدا، بذار اون خدا بیامرزم روح شاد باشه. اونو که خدا بیامرزدش، اما چرا یکی باید الکی الکی را برسه و سهم ما کم بشه؟ فردا اون مهرداد و مهنازم که سر برسه قوز بالا قوز. مامان مهرداد کیه؟ مهرداد و مهناز. خاله اونا هم داداش آبجیتونن. چند سالشونه؟ منم همینو میخواستم بپرسم. بزرگن، فکر کنم یه 20-30 سالی داشته باشن. خوبه پس عقلشون هم میرسه خدا رو شکر. همین مده دیگه. کاش عقلشون نمیرسید. مامان کی میان حالا؟ منم همینو میخواستم بپرسم. حالا نمیدونم. وکیله گفت دارم میان. کیشون؟ خاله دست در نکنه. من دیگه نمیخورم. مامان دست در نکنه. منم دیگه نمیخورم. بریم حالا اتاق من. بس دیگه. با این هیکلت کم مونده منم بخوری. پاشو ببینم. مامان چرا همچین میکنی؟ منم همینو میخواستم بگم. چرا نمیذاره بچه میوهشو بخوره؟ بابا نمیخواستم پیش اینا بگم. به نظرت بگم اون دوتا بیان اینجا؟ کی؟ اردشیر و زنش؟ نه بابا، با اونا چی کار دارم؟ منظورم مهرداد و مهنازه. شاید بتونم بیشتر ازشون بکنم. اشکان جان بابا ویلچر بیاری مامانو پیاده کنی. ویلچر واو واو آقای خوش اخلاق. خوشبین مبارکه. الهی قربونت. پدر پدر واقعا پدرتون که نبود؟ نه زاپاس. آره قربونت. خوبه؟ ببین ببخشید میگم اسمتون جا به جا میگم. خوش بین خوش ببینم. ببین اشکال ند. خوش ببین بشو برد ببین. خوش ببین. خوش واقعا چی برای ما گوید؟ بچه ها مامانو بیارید ببینید چی گذاشته برای ما. ای خدا مبارک. آره واقعا پدر بهتر از این من نایده. دست شما درد نکنه آقای خوش اخلاق. شما بهترین وکیل هستید. چند بار بگو چند بار تکرار. خوش بین. خوش اخلاق. هیچی نگو آقا. هیچی نگو آقا. بگم آقا الهی قربونت برم. آقای وکیل الهی قربونت برم. چیپ گذاشته؟ یعنی واقعا شیشتون کش مال ما میشه؟ شیشتون سند تکبر رسمی. مهی میگه شیشتون کش مال ما. بچه ها استخرم داره. بفهم چه نمید؟ چه دایی؟ بفهم ایتو بفهم کارگرم. معذرت. منم معذرت. سلام از کنم. خوی خوشی؟ قربانت آقا سلامت باشی. ممنون. آقا اردشیر دوگوش مال. سلام عرض کردم. ببخشید. شما خوبی آقا؟ سلامتی. خوشبختم. خوب ببخشید. ایشون کیان تو باغون؟ باغبونن. باغبون؟ بله باغبونن. دست شما درد نکنه. خسته نمید. بیشتر درخت ها به خودش رسیده. گرد و قلوم میشده. بفرما. جا بفرما آقا. بفرما بیرون عزیزم. چونم را بدم عزیزم. بفرما بیرون. آقا دو گوشمال و خانوادهش میشن وراثه مرحوم رادین.
وراس چی هم اصلا وراس سر در نمیارم آقا، من وراس بلد نیستم. بفرمایید آقا. اجازه بده آقای راهیدین که فوت کردن خدا بیامرزه، هر کی فوت میکنه ارث و میراثش میرسه به هر چی داره نداره فرزند به من. دو گوشمنو نمیشناسم آقا، یه لطفی کو بفرما بیرون، من اصلا نمیشناسم آقا راشفر. اجازه من زنگ میزنم پلیس. نه آقا پلیس چیه، من که اولش گفتم بفرما. خیلی خوش اومد آقا، از اول میگفتم سلامات باشید. من سخرم داره آقا، خیلی خوش اومد. بفرمایید بفرمایید. خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. 100 متر بنای مفید نگاه کنید، سنگ گرانیت گرانترین سنگ موجود، از اول بگیر تا جلو، درخت ها بیا بگیر تا هلو و زردالو و سیب و من توت. کاری به درخت ندارم، شما اگه کاری که برای ما کردیه برای ما هلوی هلو قربونت برم. استخ حالا بریم تو رو ببین، دست درده کنید ببین چه کرده پدرت. خیلی خوش اخلاقی آقا اردشیر. چی شد بقربت برم؟ آقا عالی، آقا درجه یک، همه چی تحویل؟ قربونتون برم، مبارکه دستتون. من جان آقای وکیل تشریف میبرم. خانم بده گوشمال امنی ندارین؟ دست شما درد نکنه آقای خوشبین، واقعا زحمت کشیدیم، انشالله بتونیم تمام زحمات شما رو جبران کنیم. جسارتاً یه بار دیگه بگی من کی بودم؟ گفتم آقای خوشبین دیگه، اشتباه گفتم؟ نمردم و یه عزیزی منو همون که هستم صدا کرد. شکست نفسی میکنی وکیل جان، قربونت برم. ما که از اول گفتیم شما چی گفتی؟ گفتا خوش اخلاق بودی، گفتیم خوش اخلاق. ببخشید آخ آخ موکلمه. ماشاءالله که چقدر تلفنش زنگ خور داره. وکیل خوب همینه. اجازه است؟ بفرم موفق باشی. آقا من دیگه طاقت ندارم. آخ جون بابا چه حالی میده؟ منو مرگ بزرده ایا بابا بزرد گرد را برسی. بی خود نیست که از قدیم میگن خدا نکند که گدا معتبر کنه. بزرد تو فکر نمی کنی سرما میخوری؟ من چه خاکی برده؟ بابا چه حالی میده؟ یه بیرون ایا بزرده. آقا تا تو اینجا چی میخواد؟ واسه ببینم تو اینجا چی میخواد؟ شما؟ نمیشتازی منو؟ نه آقا عجب آدم دورویه، یه هفته پیش یه آدرس خوشگوخالی رفتم ازش پرسم منو پیچون. میفهمم چی میگی ولی اصلا متوجه نمیشم. اشتباه گرفتی؟ اشتباه گرفتم، اتفاق خوب حافظم یاری میکنه، تو رو میشتازم آدرس کجا؟ آقا اگه شاکی هستین همینا رو بگیرم ببریم تو، من زنگ میزنم پلیس. آقا جان یه آدرس میخوام، شاکی دیگه چیه؟ یه آدرس لطفا بابا همه چی اداره ای میکنیم، یه آدرس میخوام ازتون بپرسم. تمام اون روز من چی گفتم به شما؟ گفتم یه آدرس میخوام، همسرم هم همراهم بود، شما چجوری ما رو پیچوندید؟ من اول کارت مغازه رو بهتون دادم، گفتم یه چیزی خریدم. پس یادته من اومدم آدرس رو هم. آقا زنگ بزن، زنگ بزن. آقا اینو بده من، شما اینو ولش کن، این آدرس رو لطف کن به من بگو پدر جان. من نمیشناسم، بفرمایید ما زنگ بزنیم یه لوکیشن بگیرن یارو دیگه ما رو اسیر کنه. من چیکار کنم؟ تو از صبح هی پس ایران میری میای منو میزنی، آن لوکیشن نداره پیرمردی که. آقا تا زنگ ندادم بفرمایید. نمیشه آقا کمکمون کنی؟ آقا جان جره بس، شما به ما ربطی نداره، بفرمایید ما این آدرس هم نمیشناسیم، این به اون درد. بفرمایید اومدی کارت مغازه دادی، یکم اخلاق داشته باش. بچش آقا جان چرا دعوا میگیری؟ چش آقا معلم اخلاق میبینی آقا؟ آقا کجا؟ رفع زحمت. شوخی میکنه آقا. خوشخور خوشبین، خوشخور یا خوش اخلاق بباشی، خوشبین هرچی که شما میبین. نهار در خیلی. نه 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 من با موبتنم قرار دارم، باش برم جلسه دارم. آقا کار همیشه هست، یعنی هر چی کار کنی بازم هست، ولی یه دستپخت خانم من بخوری دیگه هر روی اینجا تلفت خور میشه. خوش اخلاق بود، خوش خلق بود، کی بود این یارو؟ آقا صد دفعه من اینو به تو گفتم، خوشبین. آها خوشبین، خوش بین بین. بگو یه بار دیگه بگو. خوش خوش بین بین. خوش بین. آره اون به من گفت اگه بتونید با مردم خوب مدارا کنید و اینجا رو اجاره بدید شبا برای عروسی، بالاخره جشن تولدی چیزی پولش در میاد. اون یادت داره؟ اون یادم داره. آره اون وقت چی تو مغز خودته؟ تو مغز من رفاه توه، رضایت توه. این چای رو برای عمم نیوردم. در ضمن من جان
یه هندونه گرفتم ببینید انداختم تو یه ساعت انداختم تجری بشه با هم بخوریم بقیه‌اش هم خدا بده. الان که تو چایی آوردی هندونه دیگه چه هندونه رو بعدش اول چایی بعدین خدمت شما بذار یکم خنک بشه بفهم بگی دست هیچ وقت دست من رد نکن به هم بر میخوره دفعه آخره بشه الهی من هندونه رو ببرم آماده کنم هر وقت گفتی میارم چطوره میگم من اینجان عجب آب و هواییه میبینی که بادی میاد میگم خدا کنی که یه خود باد بیاد این آلودگی هوا میخوره کمتر بشه ای گفتی چه هندونه ایه بدونی به هندونه فروشه گفتم خانومم خیلی سخت گیره اگه این قرمز نباشه همین هندونه رو میزنم تو سری به هندونه فروشه من رو ضایع کردی گفتی خانومم ایراد میگیره نه تو که ندیده تو رو که عزیز من به دل میگیری چرا خب یواش مواظب خودت باش ماشالله نمیدونم این چه فلسفه یه هندونه میخوام بفروشم ضربه میزنم من برم بایزد اینو آماده کنم بردارم بیارم پای استخ دوتایی بخوریم فکر کنیم برای این ویلا چی کار باید بکنیم دست درد نکنیم از ته زیاد نگیری ها تو عادت داری از ته قاچ میکنی پوستش زیاد چیز نه آره درسته اون گلشو بچین بیار خانم بزن دوتا عالی نه پلو باید بزنی آه از شب خیلی الان میارم دست درد نکنی گرفتی؟ گرفتم چیه؟ چرا اینطوری گرفتی؟ نه یه ذره از این زاویه بگی بیا من اینوری با اینسا اونجا بایسا آدم خندش میگیره با اون خیافش میگه آقا اینقدر دندون گرد میگه مرد حسابی حق حسابی حقوقی قانونی داره پنجا پنجا جنگ نگه ببین بهش گفتم 60-40 میگه نه الا للا پنجا پنجا نمیخوای بری یه بونگای دیگه آقا برادر من مگه صاحب ویلاس اینجوری میگه پنجا پنجا بلش کن خودتو ناراحت نکن چند جا سپردیم کلاکتا رو چسبوندی کلاکت نه بابا چی پس؟ تراکت حالا هر کوفتی چسبوندی یا نه؟ بله خدا قوت درد شیرخان خسته نباشی شالا درست میشه خدا قوت شاکرتی چیزی بلدی؟ به من میگن حامد برقی خب سلام به همه دوستای عزیزم امیدوارم که احوالتون خوب باشه ما امروز اومدیم ویلای خودمون جای همگی خالی قسمت‌های بعدی ویلا رو تو استوریای بعدی بهتون نشون میدم در ضمن جهت پاسخ به سوالاتتون لطفاً به دایرکت مراجعه کنید ترسیدی؟ بیا باشی سلام بابا جون سلام بابا جان شما چی اومدین؟ همون موقعی که داشتید پوز ویلاتون رو به دوستای گلتون نشون میدادید گل؟ اینا رو هم خولم نیستن چه برسه به گل؟ با شما ببند دهنه تو آدم با خواهرش درست صحبت میکنه سلام اردشیر خان سلام خانم به به خانمایی فعالو میبینم باری کلا باری کلا چیکار میکردی؟ اردشیر خان من به خانمم گفتم که گفتی استوری بذارم بله اردشیر خان من کلی براتون آگهی گذاشتم تازه به همه فالوورام فرستادم چی براشون فالوورا چی هست این فالوفلا بابا جون فالوور همون رفیقامون تو دنیای مجازی من فکر کردم فلافل میگه بریم هزار تا کار بریم به کارتون ادامه حالا این همه تماس گرفتن و بیا برای چی بود خانم جون شما که سهمتون رو گرفتین دیگه سهممون رو گرفتیم که نه در واقع حق زندگی چند ساله خودم و بچه هامه شما زن عقدیش بودی و این دوتا بچه هم از پدر ماست قبول اون دیگه چرا باید ویلای بابامونو بکشه بالا اون که باغبونمون بوده نمیدونم یه ویلا چند تا باغبون و نگهبان میخواد منم همینو میخواستم بگم اون جریان داره آخه اونم داداشتونه یعنی اونم فرید خانوم ساییده چی میگی آقا مهرداد جای پدر منه پس چرا میگین داداشمون مگه هر کی داداش شما باشه مادر من زایدته اون از یه مادر دیگه تون مادر ما که خیلی وقت مرده مادر اردشیر و مسعود خدا بیامرز عقد کرده مای گاد ما رو بگو فکر میکردیم بابا تو تنهایی چیا که نمیکشه نگو مثل اینکه بدم نمیگذشته بهش خدا بیامرز خیلی مهربون منم همینو میخواستم بگم مهربون بوده که ویلا رو بخشیده به اونا دیگه
فکر کنم باید بریم اون یکی مادرمونم ببینیم. اون خدا بیامرز که صد تا کفنم پوسونده. پس دیگه ارثی نمیبره. نخیر عزیزم، طبق قانون اون وصیت‌نامه‌ای که پدر خدا بیامرزتون بهشون داده ارثم میبرم. ارث؟ آروم باش. شما بفرمایید ما باید چی کار بکنیم. آهان، حالا شد. باید اونا رو سمت همون ویلا زیر نظر بگیریم و بتونیم کاری کنیم که ویلا رو دو دستی تقدیممون کنه. پس بوی کباب به مشامتون خورده؟ آره؟ مامان من کباب میخورم. معلومه منم کباب میخورم. شما اول بذاریم ما ویلا رو پس بگیریم، اون وقت همون آروم میگه گیریم. باشه قبول. حالا میگی چی کار کنیم؟ من نمیدونم استخری که کسی استفاده نمیکنه این آشغالا رو چی میریزه این تو. کمرم درد گرفت. والا از قدیم گفتن نکرده کار که کار کنی، پروردگار نگاش کنی. ببین چهار تا آشغال هنوز نتونستی از روی این استخ جمع کنی. بفرمایید جناب عالی، همون چهار تا آشغال رو شما جمع کن. مثل که چشمتم کمسو شده، با پایش کستم پاشم بیام آشغال برات جمع کنم. پس لطف کنید همونجا نشستید بذارید من کارامو بکنم. کیه؟ من چه میدونم کیه؟ مگه تلفن تصویریه؟ خب یه ببین کیه؟ خب بابا یه دقیقه مریض نمیشی که اونو بعد ببین کیه؟ تلفن رو نمیتونی جواب. بله کیه؟ چطور حرف زدنه؟ خب بگو بفرمایی. ای بله بفرمایی. خوبه گوشمال هستم، بفرمایی. مدیر ویلا جان؟ برای فردا؟ بگو نه، بگو تا سه روز دیگه وقت نمیتونیم بدیم. حالا مگه دکتر داری نوشته؟ همینی که گفتم. ببینید، منشی ما داره بررسی میکنه ببینیم برای فردا خالی داریم یا نه. بله بله میتونید. بله چند دقیقه دیگه زنگ بزنید، در خدمت شما هستم. حالا چرا رنگ و رود مهتابی شده؟ چه خبره مگه؟ خب گوشی رو ور نمیداری، آدم هول میشه. مشتری بود، منم دست پامو گم کردم، چیکار کنم؟ چند دفعه بهت گفتم کارو بسپر دست اشکان؟ ها؟ این اشکان بدبخت که به تو گفت به بونگایی بسپر، گفتی الا و بلا فقط باید خودم. حالا برو کارتو انجام بده دیگه. آقا اشکان این اردا زیاد میده، حالا کدوم گوری هست؟ بیا طرز حرف زدنته، یه دفعه شده با این بچه ها درست صحبت بکنی. شما که بلدی صداشون کن، بفرمایید. خب اگه این پای بی صاحب شده من نشکسته بود که خودم دو پایی میدویدم میرفتم اونجا. اشکان بچه ها کجایی؟ بیان دیگه. خونه که اختصاصی نیست، چهار تا همسایه این برون برن، اینقدر این صدا رو ول نده. بابا خانومه الان زنگ میزنه. بله؟ گفتش پنج دقیقه دیگه زنگ میزنه. چقدر دلربا و ملوز شدی؟ خانومه کیه؟ اصلا میخوام زنگ نزنی. بابا مشتریه. نه خیر، مشتری نیست، پشتریه. مشتریه، مشتریه. حساسیت نشون میده. مسلمه که حساسیت نشون میدم. اشکان بچه ها کجایی؟ بیان دیگه. بله بله اومدم. جانم چی شده بابا؟ ببین شراره بابا جان، خودت نقش منشی منو بازی کن، هرچی ازت خواستن جواب سوال کن. بابا رو من حساب نکنید، من نمیتونم، هول میشم. چقدر خنگی به خدا، همین الان داشتیم خونه دروازه شرف میزدیم. به نظر من بگید الهام خانم بیاد، اون عین منشی ها حرف میزنه، خیلی قشنگ. آره بابا جان برو بگو بیان، فقط موضوع رو براش قشنگ توضیح بده، برای چه کاری میخوان اینجا، چه امکاناتی میتونیم در اختیارشون بذاریم، همه رو کامل بهشون بده. آره اون خیلی زرنگ، از پسش برمیاد. شدیم برو. من میرم. راستی بابا برای مهمونا میز و صندلی هم باید بگیریم. باشه بابا جون باشه، چشم. بذار اول مشتری رو تور بندازیم، بعدم بشین اینجا براش نسخه بپیچ. آقا عامد میگفت خودش و بچه‌هاش همه جوره کمکمون میکنن. والا خدا خیرش بده. سلام آقا. سلام. سلام. بیا بچه. اوه خودشه، شمارشه. الهام جان ببینم چی کار میکنه. همه اون چیزی که گفتم بهش بگو. دفتر مدیریت بفرمایید. بله. درسته. آقای مدیر گفتم به من. در خدمتتونم خانم. ببخشید شما چند نفر؟ یه لحظه. خودکار بچه، خودکار. حفظش کن. بفرمایید چند نفر شما؟
بله 25 نفر. 25 نفر؟ 25 نفرن. 25 نفر؟ اگه دو برابر بشن چه خاکی به سرمون بریزیم. مگه میخوان کنسرت بدن؟ تازه این کمشونه؟ بابا مردم واسه این باغ و ویلا میگیرن که تعدادشون زیاده، وگرنه میتونستن هم خونه‌شون هم بگیرن. تازه پول چیان هم خودم کسی که اجاره میکنه باید بیا آقا. پس توقع داری اونا رو معجبم بدم؟ آره این خبرونی. بابا جون ساکت باشین، داره حرف میزنی، خب اجازه بدین حرفشو بزنی. بله منتظرتون هستیم، الان شماره کارتو میفرستم که رزروتون انجام بشه. چشم، اکثرا میگم همکارم براتون بفرسته. فعلا خدا نگهدار. قبول کردن؟ حل بابا، فقط شراره، زود باش یه دونه شماره کارت بده من بفرستم براشون. بابا ای والا. بعد اکثرم بفرست به همون شمارهشون. ببینم همون خانم بود؟ آره، یه خانم بود. شماره کارت و اسم و فامیل خودمو میدیام. ای بابا، خانم مگه میخوام بیار خواستگاری من که شما انقدر دلواپس؟ بله، همین خانمی که دست و پا شروع کرد به لرزیدن و تپش قلب گرفتی و رنگت شد مهتابی. فکر بکنی من نمیفهمم؟ آقا اصلا یه کاری کنیم، طرف مرد بود شماره کارت منو میدید، طرف زنم بود شماره کارت مامانو میدید. طرف مادر ما رو گرفته، ویلارم به نام ما زده و پولش بره تو جیب تو. اگه زن تماس گرفت تمام شماره و مشخصات منو میده، اگه مرد تماس گرفت مشخصات تو. همینی که گفتم دیگه، رو حرف منم حرف نمیزنی. اصلا آقا جون تلفن بزن بگو گنگله. اما اردشیر کنسل نه کنکل. لازم نکرده به من درس بدی، برو تماس بگی بگو ملتفیه. مامان ملتفی چیه؟ مامان جان منتفی یعنی انجامش نمیدیم. آه زشته به خدا نمیشه. البته برای همین فردا شب قراره 5 میلیون بدن. 5 میلیون؟ والا ما یه ما میرفتیم کارگری تهش 1.8 میگرفتیم، الان موندیم خونمون 5 شمان هم داره میاد تو جیبمون. پس پاشیم پاشی خانم جان پاشیم، تو مهمونو نایمدن، من بریم الان مشتری ها میام. نخور صاباقو یک شبه تو نبخورید. کو کجاست؟ واسدی منو نگاه میکنی نمیبینی آدم خورا دنبالمونن؟ بی بارو کمک آمد کن، بیچاره رو کشتن، بارو کمکشو. بابا من برم؟ نه خیلی پس بخواهی من با این پای شکسته باشم برم. ماما یه دقیقه آروم باشید، اینا مهمونای امشب ویلامونن. خدا لعنتت بکنه با این ارث و میراثی که به ما دادی، اجداد سوخته. ترسیدی؟ خیلی خری، خیلی بیشوری. سلام من فرهنگ هستم. این چه بازی مسخره ایه؟ بیا جلو، بیا جلو، خجالت نمی کشی تو، خیلی بیشوری. بابا صبر کن پدر جان، آخه یه سره کردی موتور می سوزونی ها. یعنی چی موتور کدومه؟ داشتم چیز می سوزوندم. رینگ پیستون. دقیقا. واقعا خجالت نمی کشید از این حرکت هایی که می کنی؟ من دیشب می خواستم بهتون بگم یه ذره آمادگی داشته باشین، ولی این اشکان نذاشت. دروغ میگه، خودت مگه نگفتی؟ اصلا خود شما مگه نگفتی مهمونای خوبی هم بهشون تخفیف بده و اینجور چیزا؟ من گفتم. گفتین تخفیف هم بدین بهشون. بله تخفیف بده من گفتم. آره به خدا. آره هم خودتون گفتید. ای دستت درد نکنه، من عاشق تخفیفم، ممنونم. من اصلا به گور پدرم خندیدم، معمار این جشن که بوده. مگه ساختمونه پدر جان؟ ببندید نیشتونو آقا جان. میدونی چیه؟ جشن کنکله. کنکل؟ چرا دیگه کنسل؟ دیگه بهت بزنم تا تو باشی دیگه تو حرف من نپری. میگم کنکله، بری. یعنی بلد نیستن از رو لوکیشن بیان؟ میخوان تعارف کن، میخوای ما بیام دنبالت. بدوین. خانم. خانم ببخشید. چی
شده. چرا جیغ میزنی؟ یکی اونجاست قیافش خیلی ترسناکه. آخه چرا؟ خب مهمونه ما. پدر جان ما امشب اینجا رو اجاره کردیم. آخه این جشن علاوه بر یاد بود به نوعی یه مهمونی و دوره همی شیرین هم هست. وقتی داری حرف میزنی تو چشم من نگاه کن، تو تخم چشم من. برای چی این برمر نگاه میکنی؟ اصلا تو کی هستی؟ ایشون فرزانه خواهرم هستن. خب باشه، به من چه مربوطه؟ سلام، شبتون بخیر. از یادت افتاد سلام کنی؟ ببین من افسانه و فرزانه و هنگامه و هیچ کدوم اینا رو نمیشناسم. بفرمایید جشن رو تعطیل کنیم. ببینم این اسم رو تو از کجا آوردی؟ خانم فرزانه و فتانه و فلان ممیدا این اسم رو از کجا آوردی؟ هر چی اسم دختر برمیداری میاری؟ خانم جان من همین جوری گفتم، من اینا رو اصلا نمیشناسم. پس همین جور از اون سادگی گفتی فتانه و مرجانه و گفت و زهر ما رو اینا همه رو همجور همجوری گفتی؟ آره آره اتفاقا خیلی هم جالب گفتم، همه رو درست حد زدم. یعنی بابام اسم همه رو درست گفت؟ دقیقاً درست افسانه هستم. منم هنگامم. ببینم تو قوم عجوج مجوج رو از کجا آوردی ردیف کردی برای من؟ عجوج مجوج چیه خاله؟ یعنی داغون. حالا هر کوفتی. لا اله الا خانم من همین جوری گفتم، من اصلا شما رو قبلا دیده بودم، میشناختم. وقتی رو بردی تو؟ آره دیگه دیروز با شما صحبت کردم. درست آقا؟ پس پروانتون کو؟ اون پر زده رفته بیرون. آقا تلفنی صحبت کردیم، اسم تک تک دو رو که نگفته بودید، همین جوری گفته بودید. مگه نگفته بود اشکان؟ حکیمی بود. حکیمی؟ من اینا حکیمی گفتم اصلا به شما؟ حکیمی گفتم؟ من چه میدونم که اینا؟ چشماتو اونجوری براق نکن به من. البته حق با باباست مامان خانم، با بابا صحبت نکرد. خودتون در جریانید، الهام خانمو گوشیم جای منشی با اون صحبت کرد. آره آره آفرین پسر گلم. دیدی خانم بسه بسه بسه، حالا دیگه پدر و پسر رو ازدادن دارن منو رنگ میکنه. ولی خودتون گفتید مشکلی نداره و بیاین. بچه ها ولش کنید پیرمرد بیچاره رو، اذیتش نکنید. میشه ما بریم وسایل رو بیاریم؟ نه خیر نمیشه. اصلا میدونی چیه، هر چی من این خانم بگه وقتی گفته نه خیر نمیشه نمیشه. ماما یعنی چی؟ ما قول دادیم زشته. این حرفا حالیم نی، اینجوری تصویب شده، اونم حکمو کی داده؟ من این خانوم حق بشه. آخه اینطوری رو هوا که نمیشه تصویب کنی، اونم یه طرفه به نفع خودتون. چی میگی دختر جون؟ باز خودت، همه چی رو همینجوری تصویب میکنن، اینم یکی از اوناست. بفرمایید. از همه جا بیخبره. شما مثل که اصلا اینجا نبودی؟ دقیقا نبودم و یک هفته است که اومدم ایران. پدر من الان حل همه چی؟ اجازه میدیم ما بریم دنبال کارامون؟ آره آقا بفرمایید شما. مگه نشنی مادرت چی گفت؟ تو دهنتو ببند، وقتی میگه نمیشه نمیشه کنگله. خب اصلا به جای اینکه تخفیف بگیریم، لباسه میخوای تخفیف بگیری؟ اصلا ما چون مجبوریم و وقتی نداریم، از مبلغی که گفته بودیم 3 تومنم بیشتر میدیم. حل دیگه اردشیر خان. اسم شما رو ایشون از کجا میدونست؟ بابا تلفنی صحبت کردیم قبل. گفت اردشیر خان. بابا معین جان چرا گیری دادی؟ قربونت برم، اینجا همه اسم منو میدونن، خودت هم گفتی، اونم گفت، همه دارن میگن. مادر جان بچه ها داشتن شوخی میکردن با اردشیر خان. حالا که شوخی کردی 10 تومن بس سلام شد تمام. میخوای بخواه، نمیخوایم به سلامت. بله همین که معین خانم گفت، میخوایم بخوایم میخوایم نخوایم 10 تومن بگنه کنکله ملتفیه. بفرمایید. عذرخواهی میکنم، شبتون بخیر. خانم جون ببین اینجا ویلای ماست. پچر بیرونید خودتون؟ آخه جریاناتی داره. چه جریانی؟ ببین دختر جون شما اینجا چی کار میکنید؟ همین. به شما ربطی داره که چی کار میکنیم؟ پلیسی دی مفتش؟ گفتیم که صاحب این ویلاییم، ولی نمیدونیم باغبونمون داره چی کار میکنه. فکر کنم جشن دارین. آره گفتم که به خودمون ربط داره. اصلا میخواییم بینه خود باغبونتون بپرسی؟ چیو بپرسیم؟ این که چرا اجاره میده ویلا رو؟ بچه یه فکر بگی. چی؟ باید شما دوتا برید داخل ویلا و قاطی مهمونا بشین تا سر از کل ماجرا در بیارید. کارایی هم که لازمه انجام بدید. اون وقت خودت چرا نمیای؟ عقل کل، این گاوه پیشونی سفیده، دیدنش، میشناسنش. بذارید به پسره بگم، بلکه ما هم باهاشون بریم داخل ویلا. آقا ببخشید یه لحظه تشریف میارین؟ تو کار داری تو بیا. آقا میشه من و خواهرمم بیایم داخل جشن شما؟ چون خواهرم خیلی دوست داره این جشن رو ببینه. خب باید دوتا از ماسکامون رو بدیم بهشون بزنن. متشکرم. سب کن یه چند تا هم وسیله دارم که باید با خودت ببری داخل ویلا. آه بلند از لحظه کشیدن تا من
بکشی. عشق باید خودم یونی کنه تا آدم انسان شکم. بابا چی شده؟ ماما میگه کنسرت گذاشتی؟ دارم برای سوسکایی تو همون کنسرت بیم. میگه همش داد میزنی. خب مامانی که همیشه گرو میزنه. ناقل ما یه دهم بخونیم. او حوله رو تخته بده بابا. قربونه دسته. بفرمایی. بفرمایی. دست نکنه درد نکنه. خواهش بکنم. اردشی. جای تو توی این ویلا نیست، این ویلا مال تو نیست، گور تو از اینجا گم کن. بهی چته؟ چرا داری له له میزنی؟ کنسرت چی شد؟ من تازه نشسته بودم شم صدای زیبای شما رو میشنیدم، پس چرا قطع کردی؟ سر صدا مخبر. عزیزم اردی جان قربونت برم، خب اون مردم هم دیگه نشستن دارن تو رو تشویق میکنن، دارن برای تو دست میزنن، تو چرا اینقدر ناشکری؟ من این چرا شوخی میکنی؟ من صدای بابامو شنیدم، هیاهو مال اون بود. کدوم بابا؟ اصلیه یا فرعیه؟ بابا زاپاسه دیگه، این بابایی که این باقا داد برم. زاپاس دیگه چیه؟ مگه بابات زاپاس داره؟ بابا منظورم همونی که این باقه لعنتی ویلا رو داد به ما. خوب عمل کردی، فقط کاش با باقبون ویلا همون زن و مرده ساخت و پاخت میکردیم، بهتر بود. حالا که نشده، الان فکر میکنید این کارا تأثیری داره؟ بابا اون اسپیکری که من تو همومش جاساز کردم، هر کی جای اون پیرمرد بود تا الان سکته زده بود. نه بابا خیالتون راحت، اون آدمایی که من دیدم و باهاشون حرف زدم ساده تر از این حرفا هم. خیالتون راحت. الان برنامه بعدی چیه؟ همون پلانی رو که برا چیدم عملیش میکنی. باید یه بلایی سرشون بیاریم که اون سرش ناپیدا باشه تا بذارن اون ویلا برن. میرن، یعنی باید برن. به من اعتماد کنید. منم همینو میخواستم بگم، به خواهرم شک نکنید. برام چند تا چای میریزی لطفا؟ چشم. بفرمایید، چیزی میل نکردید؟ ممنون. چه مرگت هم؟ چه هم؟ حامد گل، سلام علیکم. مشتری بودم برای اردشی. مشتری شی؟ مشتری برای ویلا دیگه. اشکان! اردشی! اردشیر خان! بیایی پسر از ساسان اومده میگه مشتری آورده. اردشیر خان مشتری... زشت که کلایی آخه. مشتری بودم. اردشیر خان! اردشیر خان! چیه؟ چه خبره؟ بابا بذار بیان تو. پشت در که صحبت نمی کنن. بیا تو آقا جون. بابا نمیذاره، مشتری آوردم. سلام. چه خبره آقا جون؟ چرا شلوغش کردید؟ حامد، مگه تو اینجا نبودی؟ این سر صدا مال چیه؟ سلام پدر جان. بازم بابت اون روز ازتون معذرت میخوام. اشکالی نداره. علیک سلام. یکی از پسر خاله‌ام هم که با آقا ساسان آشنا بود. آقا ساسان هم مثل پسرمه، چه فرقی میکنه؟ حالا پسرتون که نه، عین پسرتون. حالا هر چی، فرقی نمیکنه که. ما گفتن که بیم اینجا خدمت شما. یعنی هنوز گیر نیوردید؟ یکی دو هفته است داره میگذره و هنوز ویلا گیر نیوردید؟ اصلا انتظارش هم نداشتیم این ویلا قسمتمون بشه. بله، واقعا هر چی خدا بخواد همون میشه. راستش هم ما یه جشنی داشتیم واسه فردا شب، می‌خواستیم باهاتون هماهنگ کنیم. راستش دیگه هیچ وقتی هم نداریم. البته گرچه دلم با این آقا نیست، ولی خب اومد و عذرخواهی کرد، ما هم قبول کردیم دیگه. بخشش میگه بزرگتراست. ویلا رو بهشون نشون بده. بفرمایید. خیلی ممنون. نشون بده. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. ببین همه جا رو نشونشون بده و راضیشون کن. حامد جان دست درد. بله. آقا ساسان یه لحظه تشریف بریم شما. چی؟ پسرم برو گروتون دفعه آخره برو. چش Thank you.
ببخشید، نسبت شما با صاحب مجلس چیه؟ من مامان ساحل هستم، همون دخترم که بارداره و امشب مراسمشونه. آخه ایشونم سحر دختر نازم. زنده باشن. شما هم خواهر سحر جونی داره؟ نه عزیزم، من دخترم اوی احسان جونم. ایشونم آیدا، خواهر آقا احسانه. خیلی خوشبختم از دیدنتون. ما هم همینطور عزیزم. ببینم از کی تا وقتی بچه میخواد به دنیا بیاد پدر مادرشو غافلگیر میکنه؟ جریان چیه؟ غافلگیر نه، سورپرایز مه خانم. حالا هر چی. بالا جوونن دیگه، چیکار کنیم؟ هر چی بگن مجبوریم بگیم چشم. درسته مادر جوونن، ولی بالاخره بعد راهو چاهو بهشون نشون بدیم یا نه؟ هر چی که بچه‌ها که میگن دلیلی نداره که درست باشه. ما باید راهنماییشون کنی. خیلی وقت این رسم مرسومه، جدید نیست. حالا بچه چی هست؟ دختره یا پسره؟ والا ما هم نمیدونیم، فقط سحر خبر داره. جوابش توی یه بادکنکه، شب میفهمی. واقعا چه دور زمونه ایش داده، دیگه آزمایش هم رفته تو بادکنک. سحر بیا این بادکنک و آبجی سایل گفت بدمش بهت. مرسی آجی. کجا بود؟ دست تو چی کار میکنه؟ توی ماشین جا مونده بود. اینه اون بادکنک؟ کدوم بادکنک؟ هیچی آجی جون، تو برو. بله میترا جون، همینه. داداش، 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 چیه؟ یکم شادترش کن. شادتر از این؟ خودتو ببین لحظاری میشی؟ نه شادتر، میخوام برم داشتستان بیارم بستر. یه بیشتر کن. باشه برو حل به. چی گفت آشو؟ دیگه شادتره. آره برو دست شما درد نکنه. یه دقیقه، اینجوری که شما دست میزنید اصلا به درد نمیخوره. به افتخار اعضای ارکستر یه دست بزنید. ضعیفه او آقا که زیر شلواری پوشیده چرا دست نمیزنه؟ ماشاءالله. باشه آقا اینو یه همکاری بکن، دست درد نمیخوره. عطر شکوفه داری مثل گل بهاری، وقتی که از راه میاد شادی و شور میاری. آه دست باشه، ببخش من معذرت کردم. دست دست های ادامه پیدا کنم. خانم دست بزن. نمیتونم توی خود برو گرمشون به مهمونم برسید یک از من بسید برو 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 به مهمونم برسید. خودت بهتر میدونی که من رقص بلد نیستم. میترسیم خوب شده این دخت این رو بگرد اون خونت بابا اینجا رو میتونم بابا بکن هیچ کسی نیست، من و توی ما این کچولی تو راهیم. بابا خوش الان بود واقعا گوگولیه بابا. نه شالا بزیدی چند ماه که تو بغلته. اگه بود میدید که بابای پلنگش داره بالا پایین میپره. پلنگ توش قشنگه دور بسر. یعنی واقعا برم دولو مامانتینا زشته خجالت میکشم. برای چی نیشت بازه؟ مامان خب جشن دیگه. جشن چیه؟ عروسی دخترش یا عروسی پسرشه؟ شب عروسی خودمون اینجوری غیر نداده بود. هست و نیست من امشب تو این مجلس برد، آبروی منو برد. وقت نشسته. با مامان چی میشه مگه؟ زهر ما رو با مامان. اینقدر پشتیبانی از این بابات نکنی. نگاه کن. خب نوبتی هم باشه، نوبت پدر مادر کوچولومونه تا بیان برامون صحبت کنن و بعدش هم بریم سراغ جشن اصلیمون. بزنیم افتخارشون. خب خیلی خوشحالم که پدر شدم، امیدوارم که بازم پدر بشم. ممنونم ازتون که همگیتون امشب اینجا بودید. مهرناز
میگم واقعا این دختر همونیه که همیشه تو رویاهام میدیدم. ببین مهرداد، هر غلطی میخوای بکنی بکن، فقط فکر زن گرفتن از این خانواده رو از سرت بیرون کن. وات ما نداره، کلی گفتم اومدیم ارثمون رو بگیریم و بعد تا یه هفته دیگه برگردیم بریم. همین. چه ربطی داره؟ ببین ما یه بختک مثل فریدو و بچه‌هاشو داریم. خواهشاً دو تاش نکن. همین، یه بار عاشق نشو. دستشویی کجاست؟ تو همون گیتار زنی که اونجا گیتار میزد؟ میشه کد دستشویی. ببین من خیلی دوست دارم گیتار یاد بگیرم. شهری و ایناش چجوریه؟ بهم بگو دستشویی کجاست. من همه چی بهت توضیح میدم. اصلا خودم بهت یاد میدم. گیتار چی باید بخرم؟ گیتار. همه چی رو بهت راه میدم. فقط بگو چه دارم منفجر میشم. این نوت و اینا هم داره؟ این که مثلا میگم همه رو بهت توضیح میدم. تو بگو دستشویی کجاست؟ اصلا خودم به رایگان تدریس میکنم. بگو کجاست. ولی خیلی خوب گیتار میزدی. خیلی خوب گیتار میزدی. بس من نظر لطفته، فقط بگو کجاست. دمت گرم، دمت گرم. چه آهنگایی زدی میشه بگی؟ برو بابا اصلا دیو خب رسیدیم به قسمت جذاب امشبمون. حرف بزنید کوچولوی ساحل خانم با آقای احسان چیه؟ بفرمایید. مرسی. خواهش میکنم. خب میخوام بادکنک رو سر خانومم بتره کنم که بفهمیم کوچولومون پسره یا دختر. این چه وضعیه؟ این چه کاریه؟ ساحل تو خوبی؟ احسان چی شد؟ ما اینجا خدمات وی آی پی ارائه میدیم. صفر تا صد. آقا هر یه لحظه خواهش کنم. هر اتفاقی هم بیفته من پاش عزیزم، من پدر شما نیستم. گفتم یه لحظه صبر کن برو نکنم. بله عرض میکنم. آقا عزیز قطع کن گوشی. آقا تلفن تو دو دقیقه قطع کن. آقا مگه نمیبینی دارم صحبت میکنم عزیز من؟ مراسم ما رو به هم ریختی داری صحبت میکنی؟ چه وضعیتی آخه؟ آقا جان شما چند دقیقه دیگه زنگ بزن. چی شده پدر من؟ از ایشون بپرس چی شد. آقا مراسم ما رو به هم ریختی، باید خسارت بدی. خسارت؟ آره خسارت، من پول میخوام. خوب شد مراسممون رو به هم زدین. گن زدین به همه چیز. ازتون شکایت میکنم. خانم یه ذره آروم باشی، تقصیر ما که نیست. چقدر پررویی شما. پس تقصیر کیه؟ اصلا شماره صاف ویلا رو بدید به من تا زنگ بزنم بگم چه گندی بالا آوردید تا با اردنگی پرتتون کنه بیرون. برادر من احترام خودتو نگردون لااقل. احترام؟ مگه شما احترام نگه داشتین؟ ویلا مال خودمونه. نه بابا شما رو چه به ویلا. هم ویلا مال خودمونه، همین که بابای من بی تقصیره. حتما ما مقصریم. آره خانوم. خواهر این خانوم باد کنک و داد به ما. خواهر من؟ من به خدا این کارو من نکردم. بله فیلمش هم هست تازه. خودت مگه نگفتی این باد کنه که کوفتی رو بیار بده به اینا؟ حالا اینا رو مقصر میدونی؟ سهر تو این کارو کردی؟ بابا من اینو از نازنین گرفتم، چه میدونستم توش چیه؟ منم از آبچی سهر گرفتم آوردم. آها پیداش کردم. بیا خودتون فیلمشو ببینین. فیلمون خودتون نگاه کنید. ای وای احسان، این خواهر توه. این آیداست. آیدا این که فیلم توه. این واقعا شرم‌آوره. والا من کاری نکردم، از سحر گرفتم به خدا. کاری نکردی؟ این پس چیه؟ اصلا میترا کجاست؟ با اون چی کار داری؟ من از سحر که گرفتم میترا خیلی دوروبر بادکنک میپلکی. بفرما آقا احسان، بازم خانواده تو. دید این کار من نیست، همش تقصیر من میندازی. بیا بغلم نازنینم، بیا قربونت برم. میدونستم کارتو نیست عزیزم. بابا صبر کنید ببینم، گیج شدم اصلا. دختر جون تو هم بادکنک از بابات گرفت که من داده بودم بهش؟ یه خانوم عوضش کرد، گفتین اشتباهه، این یکی رو بعد ببریم. دید این کار ما نبود؟ پس این بادکنکیه که دخترموی شما داده به این دختر. میترا؟ وقت این میترا کی بود؟ میترا این چه کاری بود؟ کدوم کار بابا؟ چرا وحشی بازی در میارین؟ وحشی خودتی دختری چش سفید خیره سره؟ بابا وایسا با هم بریم، چه خبرته؟ میترا درست صحبت کن با زنم. زنته که باشه، چه خبرتون رو قشون کشین کردین سمت من؟ میترا تو چرا باد کنک رو عوض کردی؟ بله جواب دخترمو تو بده. من نک
کردم، نتیجه کار خودتون اینه نه من. در عوضش اصلا خوب کردم. دختری چه سفید خیره سر لشکر کشی کردی واسه من. نگاه کن نگاه کن، کمپون یکم کردن لیلا رو. وای وای وای، قوم مغول بودن. من نمیدونم آخه بابا، کامار خودت دی کادون که مال خودت دونه. نگاه کن چیکار کردن، لیلا رو بیرون کردن. حیف اون همه هزینه، حیف اون همه هزینه. کدوم هزینه؟ مگه تو هزینه کردی؟ جان یعنی ما زحمتش که کشیدیم یا نکشیدیم؟ زحمت تو اون قرمی بود که اون وسط داشتی برای خودت میمدی. عروسی ننت بود داشتی اونجوری قرمی دادی؟ گفتی ننم، یاد ننم افتادم. برای چی یاد ننت افتادی؟ خدا بیامرزتت، روحت شاد. اگه ننم نبود که این ویلا رو نمیدادم به ما. که ویلا مال ننت بود. بالاخره یه بابا زافاست داشتیم که اینو دادن به ما. از روزی که اسم این ویلای بیست صاحب شده اومد، همین جوری گرفتاری پشتی گرفتاری. اینا این نمونش. قربونه پایش شکستت برم. نده نده. کم بود جن و پری؟ یکم از دریچه برای من میپرید. چی میپری؟ همون تو. هرچی میکشم از دست تو میکشم. زهر مار ببند این چاک دهن تو. نگاه گندی به پاس. نگاه نگاه بابا، زنه موهاشو جا گذاشت. با این همه فیس و افاده کچلم بوده یارو. آقا میگم کلوکیس خیلی گرونه، این چقدر میارزه؟ اینقدر پول نکن، اینقدر دنبال مال و منال نباش. خب این همه هزینه کردیم، باید یه جای در بیاد یا نه؟ تو هزینه کردی باز؟ کی کرده؟ مادرش. من گفتم از اول به اینا مشکوفم. مشکوف؟ بله. اینم شد قضیه کنکل پدر من، اون کنسل، اینم مشکوکه. حالا هر کوفتی ولی کلی ارزش داره با مردشون. ارزش تو رو ببرو با این. بابا نگاه کن اون دیگه چیه؟ چیکشونم علکی بود. نگاه کن مغباس. مهین اینم مصنوعیه. وای وای وای، درش وای شد. اینم مصنوعیه. میدونی چیه؟ به یه فکر جدید رسیدم. تو هم خوب گوشاتو بکن، دیگه این ویلا رو به عهد و ناسی اجاره نمیدیم. یعنی دیگه قرار نیست ویلا رو اجاره بدید؟ تو اجاره نمیدی؟ بله تو اجاره نمیدی. یعنی منظورم اینی که با همفکری تو اجاره نمیدیم. با همفکری من؟ موافقی؟ تو اگه با همفکری من میخواستی کارهایی بکنی که درست کار انجام میدادی. چه کار غلطی کرد؟ هزار بار بهت گفتم همین وانت رو بچسب بلم نکن. والا با خدا با همین وانت پول حلال در میمد، این قشقرق بازی ها در نمیمد. صد دفعه به من گفت. چقدر بهت گفتم؟ راست میگه. میگه نرفت میخواهنی بر سنگ، در این چری اوواش چیز ببر. یعنی دیگه کنکله؟ بله همون که تو میگی. تو هم داری میگی کنکل؟ داره ادای منو در میره. خدمت تو هم میرسم به موقعش. یه کنکلی نشونت بدم حالشو ببری. پاشو خانم پاشو. حالا منو به کشتن ندی. حالا آقا همین جونم. آقا سلام. معلومه چی کار داری میکنی؟ دنبال چی میگردی؟ بابا گفتم دو تا چاقاله داره بکنم برای بچه. هیچ میدونی امسال اصلا زردالو ما نداشتیم، بار نبر نداشتیم زردالو. آقا او اولش هم هیچی نداشت. نگاه کن اینا همه خالی. نکنه تو به هوای چاقاله هرچی میرسه به هم داری میکنی. نه آقا اینها هیچی نداشته او اولش. به خدا چرا نداشته؟ نداشت. آب که به موقع بوده، کودش به موقع بوده، همه چیز به موقع بوده. پس چرا نداره؟ مشکل توه. ببین من دارم میرم برای بچه‌ها لباس بخرم. فقط به الهام خانم بگو مراقب مهین باشه. چشم آقا حواسم هست. خیال تو رو نمیگم. الهام خانم مراقب مهین باشه. چشم آقا اونم حواسش هست. چشم. بریم بچه‌ها. بریم بابا. شب. همش دنبال یه چیه قور بزنن. چه اینجوری. شما دیگه کی هستین؟ اینجا چی میخوام؟ انتظار دیدن اونو نداشتی نه؟ ما از خارج اومدیم. قیافتون به این حرفو نمیخوره؟ نکنه شما دوتا؟ آها فهمیدم، این دو نفر بچه های رادینن. آره؟ وکیله گفته بود دارین. اشکان درست میگه؟ شما بچه های خدا بیامرز رادین هستین. آره؟ اما عمه واقعی؟ ما هیچ نسبتی با هم نداریم. اوه
کجا نگاه میکنی؟ من یه عذرخواهی به شما بده کارم. اون اسپیکری که تو همون بود پاره من بود، پاره من بود، پاره من بود، پاره من بود، پاره من بود. اردشیر رایه تو توی این میدان روزی میدم مال تو نیست، سکول تو از اینجا گم کن. بیشور، پس کار تو بوده. آره؟ به خدا خیلی شرمندتونم که این کار رو انجام دادم. منو عفو کنی. دهن تو ببند مهرداد. کاک بر اون سره. زهر مار. ای بابا جون زشته. زشته که زشته. من نمیدی چی داره میگه. بسته دیگه. ما باید تا یه هفته دیگه برگردیم بریم. ویلا رو باید به خودمون پس بدیم. پس بدیم؟ زهی خیال باطل. شما تهش میتونید این آشغالای جلوی در رو بردارید ببرید؟ ببین اصلا شدنی نیست این کار، یعنی این پنبه رو از گوشتون بیارید بیرون. و سلام. من شدنیش میکنم. بیا بریم. شرمندتون با اجازه. بفرمایید. شد شادی جان من دارم بابا جان. نوشه جانه عالیه عالیه، دستش درد نکنه. میگم اردی جان، با این همه قشقرقی که تو این مدت تو این ویلا اتفاق افتاد، تو چجوری دوباره راضی شدی که یه همچین مراسمی رو اینجا بندازی؟ ببین اردی جان، من سر قولم هستم، به هیچ کم اجاره نمیدم، خیالت راحت راحت. ولی یه مورد استثنایی بود، این دوست خدا بیامرز بابام بود. بابا جانم، این جشن چیه؟ ببین پیرم. عزیزم من پیرم، عوضی دلشون جوونه، قرونت برم. این سالگرد ازدواجشونه، درسته من جان؟ ای کاش زندگی من و بابات هم همینجوری بود و یه همچین جشن پیری رو اینجوری برای ما میگرفتن و عاقبت به خیر میشدیم. انشالله همینطوره من جان، اصلا قصه شو نخون. تو منو داری در امانی، خیلی مثل کوه پشت سرت واسدم. بذار جشن اینو به خیر خوشی بگذره، یه جشنی بگیرم سالگرد ازدواج، خودت کیف کنی. و اینجا منظور مامان خودتی بابا. بابا من مامان داری به من تیکه میندازه، یعنی چرا به زندگی نمیرسی؟ چشم، هرچی شما بگی سم هم بتاهم. چشم. حالا هیچ کس که تا این ساعت قدر ما رو تو این زندگی ندونست، حالا نمیدونم از این به بعد چی میخواد بشه. میدونسته، ببین همینقدر که ما تو این سن و سال رسیدیم ولی خوش و خرم زیر یه سقف داریم زندگی میکنیم، این نشون میده قدر همو میدونیم. الهی شکرت. الهی شکرت. مواظب مامانت باش. باشه. مامان جان چیزی لازم نداری؟ نه قربونت برم. من گردم بند اولدم، دیره بند اولدم، دیره بند اولدم دلبر. زنی گردم بند اولدم. عزیزم نوش جانه. دستت درد نکنه. قربونت برم. یه دونه. بحبه بحبه کیف کردم از این خوندن. استاد تقی‌پور نازنی. سلام قربونه. شما؟ من اردشیرم. این قده بودی، این قده شدی. الهی قربونت برم. بدای شما بشم. خدا بیامرزه. خدا بیامرزه آقا جونم. در دل آره. خیلی تعریف شما رو زیاد میکرد. الهی فدا شما بشم. قربونت. خیلی خوش اومدید خانم جان. خیلی خوش اومدید. آقا شما درد نکنه. خیلی ممنونم. واقعا ما رو شرمنده کردید. نفرمایید. بله بله واقعا. خیلی باور میکنی وقتی شما رو دیدم یاد پدر خدا بیامرز بابا جون افتادم. آخه خدا بیامرز. چه مرد نازنین، بله، چه مرد نازنین، بله، بله، بله. شما رو الان بوی بابا رو میده. ای قربونت برم، خواهش کنم شرمندمون نکن. خدا بیامرز آقا مرتضی یه دونه بود واقعا. خانم جان بفرمایید، بفرمایید. البته ممنون. البته آقا رادین آقا اردشیر رو خیلی دوست داره. البته پدرش رو همینطوره. اینی که اصلا مثل پسر خودش میدونه واقعا. و واقعا هم پسرش بودم. بله. خیلی دوستش داشتم. باور کن. بفرمایید. شما بفرمایید. شما بفرمایید. دست گل درد نکنه. هنوز مثل گذشته با وفا با صفا. پدر خدا بیامرزم خیلی از شما تعریف می‌کنم. جسارته. خانم جان بفرمایید. خواهش می‌کنم. به به. ان شاء الله که همیشه سعی و سالم باشید. اول اینه. سایه‌تون مستدام. الهی قربونت برم. این دختر خانم زیبا رو معرفی نکردید. ها این عزیز من، نوه گل من، نازنین خانومه. به به به. پاشو پاشو برو اون هنرنمایی تو بکن. دکلمه های قشنگ. خجالت. نه عزیزم بلند شو. خجالت نکش ماما جان. مرسه پاشو در بزرگته. مادر بزرگته برو. سه
صدامو میشنوید؟ اوه، هرگز یک دختر 10 ساله نخواهم بود. البته 10 سال دارم، اما همه میگن که من یک دخترک بزرگ و مسئول هستم. خب، باید به شماها چیزی را بگم. میدونید گاهی وقتا احساس میکنم مثل یک کوهنورد هستم. احساس میکنم باید همه کارها رو خودم انجام بدم، باید همه چیز را برای شما بهتر کنم، اما گاهی انقدر خسته میشم که دلم میخواد بگم بسه، بذارید رویاهایم رو دنبال کنم، بذارید زندگیم رو بسازم، اما همیشه پشت سرم باشید، به من اعتماد کنید، به من بگویید که هنوز هم دخترکی هستم که نیاز به عشق و حمایت دارم. ممنونم از همه عشق و حمایتی که از من میکنید، ممنونم همیشه در کنارم هستید، توی هر مرحله از زندگیم دوستتون دارم. باریکلا ماشاءالله. آفرین آقا، تبریک میگم، یه همچین نوه هنرمند نازنین رو باشد. خانم آقایون، تشویقی هنرنمایی نداره؟ دست آفرین، مثل همیشه عالی بودی. همتون باید قدر همو بدونید، زندگی خیلی ساده است، ما خودمون هستیم که اونو سختش میکنیم. بله اردشیر خان، تو هم یه نصیحت بکن بچه ها رو ببینم. من میدونید جناب تقی‌پور، من چیزه، یعنی چجوری بگم، میخواد آقا اردشیر عزیزه با قربونت برم جانم. چرا منمن میکنی؟ تو به حرفت درست و صاف و پوسکنده بگودی، حرفتو بزن مادر جان. البته مقابل شما حرف زدن که کمی سخته. البته من یه چیزی خدمتتون بگم، آقا اردشیر واقعا مثل پسر آقای رادین بود، یعنی بارها آقای رادین خودش اعتراف کرده که این اردشیر واقعا مثل پسرشه. خدا رحمتش، خدا پدر شما را بیامرزه، آقا مرتضی را. ولی خب بهتره که از زبان خودت بشنویم. صدا میکنم بفرمی قربونت. میدونی آقای تقی‌پور، همیشه همه ما، نه تنها من، همه ما دغدغه‌مون این است که زندگیمون رو یه جوری بسازیم، جلو ببریم که فکر میکنیم فقط پول میتونه مشکلات ما رو حل کنه. همیشه گفتن هر که بامش بیش، برفش بیشتر. یعنی هیچ وقت من به فکر داشته های واقعیم نبودم. چه جوری باید بگم؟ فکر میکردم اگه پول به دست بیارم یا اون خدا بیامرز لطف کنه این ویلا رو در اختیار من بذاره، من همه مشکلاتم حل شده. ولی خدا شاهده اینطوری نیست. الان به این نتیجه رسیدم که من داشته های بسیار با ارزش تری دارم. یه نمونهش مهین همسرم. خدا نکنه ها، من نمیتونستم سرپا باشم. بچه های خوبی دارم، دختر گلی دارم. این داشته ها واقعی تر از اون پوله، اینی که به این نتیجه رسیدم. حالا واقعا همه اون نداشته ها، همه اون فکرهایی که غلط بود رو میخوام جبران کنم، در خدمت خانواده باشم، در خدمت زندگی باشم. البته نه اینکه پول تأثیر نداره، داره، ولی اگر هم و غم تو معطوف به این بکنی که فقط پول کارایی داره، اشتباهه. باید به داشته هام فکر کنم. انشالله که به خیر خوشی باشه. میدونم اینجا رو که به اسم شما کرده، میدونم خدا بیامرز، خدا بیامرز. واقعا من میدیدم خیلی خیلی به من اصرار داشت که هوای ایشونو داشته باش. اون خدا بیامرزم بعد از رفتنشون میخواست یه جوری جبران مافات کنه زحمات من و پدر خدا بیامرزم. اینی که بزرگواری کرد این ویلا رو، ببخشید این ویلا رو. مادر جان عشق هممون رو در آوردی. عزیزم قربونت برم، شما زحمتکش هستی، آدم شریفی هستی، آدم خوبه انصافا سپاسگزاری بکنه. ببین ببیشه از کسی که بهش خوبی میکنه و مخصوصا از خدا. امشب مثلا شب سالگرد ازدواج مامان بابامه ها. آره بابا، باید بگیم، بخندیم، از بودن کنار همدیگه لذت ببریم. بله یا هنگی بزنین، شادی کنین. مامان
بزرگ من خودم براتون نمایش اجرا میکنم. آفرین آفرین به تو، میدونم که توی اون نمایشت هم عالی هستی. بچه ها یه آهنگ شاد و قشنگ برای امشب بزن که دل همه باشه. پیشی مادر، منم میخوام مثل خودت بشم پیره پی. ایشالله ایشالله به امید خدا میشی، تو یه هنرمندی. یه چند لحظه از همگی عذر میخوام. بریم حمیده. بچه ها بیان. قبل از اینکه شروع کنید میخواستم یه چیزی رو بگم. من شما رو که میبینم تازه احساس خانواده رو حس میکنم. ما تو خارج از کشور که بودیم به خاطر دوری از خانواده یا مشغله کاری نمیتونستیم حسمون رو اونطوری که درست خرج کنیم. عزیزم اول خودت بگو کی هستی بشناسیمه. این چه سوالیه میکنی خواهر من؟ معلومه کیه؟ دختر بد اخلاق آقای رادین. ملاحظه بفرمایید. دختر عمو رادینه. جالبه، دختر مسعوده. بله. دخترم بیا ببینم. ابا ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خدا باباتو بیامرزه. خدا رحمتش کنه. اون بابا و این دختر. آخه اردشیر، منو مرتاد با طناب پوسیده کسی دیگه بیشتر تو شافور رفته. ما رو ببخشید. از شما و خانوادتون هم عذر میخوام. من و داداشم دیگه دنبال این ویلا نیستیم. پدرم وصیت کرده ما هم احترام میذاریم. جدی؟ به به، چه خبر مسرت بخشی. حالا که همچین شد دهنتون رو شیرین کنید، میل کنید، میوه شیرینی همه چی. صبر کنید بعد یک دفعه دهنتون رو شیرین کنید. تو دیگه چی میگی اونجا واسدی واس خود هر میگم. خوش به حالشون، چه علکی علکی صاحب ویلا شدن. من میگم اون خوردن بنازیمون خار و زارمون کنی. آقا جان، من از طرف این آقا پسر وکیلم، از شما درخواستی بکنم. والا از طرف این آقا من نمیدونم چی میخواد، ولی شما ریش سفیدی و ریش سفیدی دست درد حد گردن ما داری، حد گردن رو خدا بیامرزم داری. من بفرمی آقا، من از طرف این آقا پسر بله دختر شما رو خواستگاری میکنم. قبوله؟ اجازه بدید قربونت برم، هر چیزی رسم. من اینجا نظر شما چیه؟ چه نظری دارم بگم؟ مگه همینجوری هم میشه نظر داد؟ یه حرفی برای خودت میزنی؟ بالاخره هر چیزی یه رسم و رسومی داره. جناب تقریبا متوجه شدی چی گفت؟ بله بله بله، رسم و رسوم داره. نه کاملا حق با شماست. ما باید ببین گوشته بیار اینجا جا. باید احترام مادر زن تو از حالا داشته باشی. فهمیدی؟ با دست گل و شیرینی میریم رسما خواستگاریش. آقا کاملا حق داره، بچه بزرگ کرده. بله بله. خب پس قبوله؟ عرض کردم اجازه بدی میام خدمتتون. بله دیگه دیگه باش. چشم لای شکر، یکی بالاخره پیدا شدی. دختر عتیقه اینا نگره. مگه همه فکر کردی مثل من خوشگل و نچرالم؟ تو زیبای منی قربونت برم. وای حامدم. با اجازه. بفرمایید بفرمایید، شما اینجا بشین. خواهش میکنم، میفرمودی میشه. من این بانو سلام عرض میکنم. سلام از باس آقای تقیم. ببخشید نمیتونم جلو کارو بلند شم. خدا بد نده، چی شده بابا؟ بد نبی، این قسمت دیگه افتادم پام شکست. به بس یه یادگاری اجازه بیدیم بنویسم. خب من این بانو، ما شما بزرگ خانواده هستیم، احترام شما برای ما واجبه و من الان ببخشید آقای تقیم. خواهش من اینجا برمون دهنتون شیرین کنید. دست شما درد نکنه. اینجا بشین دیگه. اینجا دستور شما متا. بچشم. ببخش. دهنتون شیرین. خب بعد با اجازهتون همینجا این سنت حسنه رو برقرار کنیم. به عنوان وکیل داماد اومدم
دستبوس شما که قبول بکنین که این ازدواج صورت بگیره. خواهش می‌کنم. من شما هش بگیرم. حالا بالاخره هر ازدواجی یک قانون و مقرراتی داره. بالاخره ما سنتی هستیم و سنت‌ها رو باید حفظ بکنیم آقای تقی‌پور. پدرشون هم اینجا هستن، با پدرشون هم این مشورتی بکنین، شما بد نیست. بله. شما خوب. چی میگه آقا اردشیر خان؟ من هر چی شما دستور بدید من در خدمتم. ایشون هم که بزرگن و دوستون خدا بیامرز بودن، گردن ما حق پدری داره. البته ببینین ما باید آسون کنیم این ازدواج ها رو. یعنی درست و سنت رو باید حفظ کنیم، این واجبه، ولی باید آسون کنیم که اینا راحت تر بتونن. میگم داداش، اونو چرا از ما نظر نپرسیدن؟ تو چی میگی؟ من خودم داداش عروس هم من نظر نپرسیدن. خب من قراره یه عمر زندگی کنم. مثلا این چیزا نباشه. من ببینین، اولا طرفدار دخترم اول. آفرین. درست من وکیلونم. بله. و همه چیز رو خط حسابش باید حساب بکنیم. من میشه همه چیز منظور من بله جانم کاملا. همین بود کاملا که یه صحبتی با من بکنین، صحبت کنیم آقا داماد کارش چیه، در آمدش چی. بالاخره حالا اونا به کنار. والا آقای تقی‌پور ما اینقدر به شما ارادت داریم و اینقدر برای شما احترام قائل هستیم که رو حرف شما نمیتونیم دیگه حرف بزنیم. ما شما رو میشناسیم، خدایی شما رو میشناسیم و میدونیم 100% این ازدواج مبارکه. انشالله. من حرفی ندارم. اینشالله که مبارک. واقعا شایسته مادری هستی، شایسته پدری هستی. آقا اردشیر چشات جادویی داره که این دیوونه رو به سمت دنیات میکشونه. این احساسی که با ماست محاله که منو به آرزوهام نرسونه. تمام زندگیمو به دست تو سپردم، میخوام تنها پناه من تو باشی. خوش اومدی به قلبم چه به موقع رسیدی، نمیذارم دیگه از من جدا شی. تو یه چیز دیگه ای، تو عشق همیشگیم، تو تموم دلخوشیم. تو واسم کوه امیدی، به هم انگیزه میدی، شریک زندگی. مثل من و تو شبیه نداری، شب قرار رو تا صبح داری. اسم قشنگت حک شد تو قلبم، تموم با تو روزای سردم دورت بگردم. تو یه چیز دیگه ای، تو عشق همیشگیم، تو تموم دلخوشیم. تو